یک کنفرانس در فرانسه دایر کرده بودن در 586 سی ای که آیا زن خودم عنوان کنفرانسی بود سرش صحبت میکردن که آیا زن روح داره یا نداره اگر زن روح داره روح زن روح ایوانی هست یا روح انسانی هست که سرش صحبت های طولانی کردن بعد از صحبت ها به این نتیجه رسیدن که بله زن روح داره روحش روح انسانی هست اما زن به خاطر از این خلق شده که در خدمت مرد باشه این چیزایی هست که ما در تاریخ میخوانیم و یا ای که در زمان هنری چهارم در پارلمان انگلستان یک قانون و تصویب رساندن که در او قانون آمده بود که خانم ها حق ندارن نیو تستمنت که بایبل هست ای را بخوانن زیرا زن ها ناپاک هستن ای دیدگاه های دیگه هست که ما در تاریخ مطالعه میکنیم میخوانیم که دیدگاه های انسان ها در تاریخ چگونه بوده یا ای که در, 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 تاریخ میبینیم که زن یک, یک موجود شرماور بود خانه کس, خانه کس اگر یک دختر میشد یک مسئله شرماور بود اما ببینیم که اسلامی مسائل کاملا نادرست میدانه که زن هم مخلوق خدا هسته خانه کس اگر دختر میشه یا بچه میشه ای همش بنده های خدا هستند و انسان ها را زنده و گور میکردن دخترای خدا ای اسلام بود که بر زنها حقوق داد خانم ها نسبت به هر کس دیگه باید از اسلام زیادتر دفاع بکنن چرا انسان آمد گفت که نه تنها تو مخلوق خدا هستی موجود پاک هستی میتونی قرآن بخوانی میتونی بایبل بخوانی بلکه تو ارزش داری مرتبه داری حزت داری کس حق نداره تو زنده و گور بکنه این اسلام هست خانم ها بیشتر نسبت به با مردها باید سپاسگزار باشن چرا اسلام آمد که زنهای جهانه جهان برشان حقوق داد و ای حقوق نسبی که امروز بر خانم ها در بعضی جاها داده شده ای ده در حقیقت از اسلام انقباض شده بخوانند دوستان مطالعه بکنن تاریخ پیش از اسلامه تاریخ دوران جاهلیت و تاریخ کشورهای دیگر قانونهای حساسیشان از صد سال پیش 200 سال پیش مطالعه بکنن که چه قسم برخوردشان بود نسبت به خانم ها آیا خانم به عنوان یک انسان میشناختن یا نمیشناختن این مسائلی هست که همشیره های مسلمان ما باید افتخار داشته باشند که مسلمان هستند و بهترین دین دین اسلام هست تا 1805 قانون انگلیس بر مرد اجازه میداد خانم خدا به فروش برسانه ای برش اجازه بود خانم بفروشه من به عنوان یک جنس که چیزایی هست که دوستان میتونن تاریخ مطالعه بکنن و مسائل پیدا بکنن و امروز که مشخص در مسائل امروز ما صحبت بکنیم ما در قرن 21 هستیم میبینیم که امروز متاسفانه جای جای تاسف هسته که در طول تاریخ اسلامی کس شاید نبوده که یک مادر که بچه جوان داشته باشه و یک, یک, یک مرد در او خانواده باشه این مادر بره و خاطر یک لقمنان ساتها کار بکنه و یک لقمنان به دست بیاره اما امروز از بس که فاصله گرفته خود مسلمان ها حتی از قرآن و از سنت بچه ها روسی میکنه میره مادر پیش سفیدش در کمپانی ها کار میکنه و خاطر یک لخمنان. مرد مکلف هسته که بر زن منافقه بیاره، خرج بیاره و, و او را کمک بکنه، حفاظت بکنه از او. اگر شوهر وفات میکنه، پسر در خدمت مادر باید باشه. و اگر دختر هسته تا وقتی که در خانه پدر خود هست، پدرشی کار میکنه. وقتی که در خانه شوهر خود مادر شوهرشی کار میکنه. اسلام بر زن اجازه تحصیل میتا اسلام بر زن اجازه کار میتا اما در مو شرایطی که شرایط گذاشته شده این شرایط هم به خاطر ازی گذاشته نشده که سر زن ظلم شود این شرایط به خاطر ازی گذاشته شده که از زن استفاده جویی نشه جایگاه زن ثابت باشه یک جایی که میره کار میکنه و کار آیا مناسب هست نیست در جایی که میره تحصیل میکنه مناسب هست نیست این های اسلام هست که شکل از اشکال که اسلام بر زن اجازه تحصیل اجازه کار نمیت کجا نمیده همین تمام احادیثی که بر ما امروز رسیده اکثریت از این احادیث مخصوصا حضرت بی بی خانم پیامبر اسلامی را روایت کرده یک عالمه بسیار بسیار جهید یک عالمه بسیار خوب و نیکو بود که این احادیث منتقل ساخت و اصحاب حتی از اونا آموختن امور المومنین. کی میگه که اسلام برای بر زن حقوق نداده و زن جایگاه نداره این گپ های ها هست و تا میبینیم در قرن بیستیک از آزادی و حقوق زن ها صحبت میکنن یک دختر وقتی که عبده و میشه اولین کاری که میکنن رو از خانه خود میکشن او به خاطر یک لغمانان در این کمپنی مراجعه کو در او کمپنی مراجعه بکو و حتی در خانواده خود وقتی که هسته پدرها بسیاری وقتا از, از دخترا تقاضای کرا میکنه که کرا بتی بچین این اما اسلام جایگاهش مشخص است 20 سال باشه سی سال باشه اما در خانواده ای که او خانواده خودش با ارزش های اسلامی آشنایی داشته باشه با می هرزش ها بزرگ شده باشه او میفهمه قدر خانم خوده قدر دختر خوده قدر مادر خدا در غیر از اگر ما فاصله گرفتیم در می گودال هایی که کسایی که از اسلام بهره نداره افتیدن و غرق شدن و بر خود و بر خانواده خود مشکل خلق کردن ما هم هم تو مشکلات بر خود خلق میکنیم و در آخر یک حدیثی را از پیامبر اسلام آوردیم و صحبت خود جنبندی میکنیم که مرد مرد باید باشه زن باید زن باشه حتی سوال پیدا پاید نشه که یک نفر بینی گنگ شوی گیت شوی کمی نفر میبینیم این مرد هست یا زن هست لباسش باید مردانه باشه کرکترش باید مردانه باشه و همزمان یک زن هم می میبینی باید کرکترش مثل زنها باشه لباسش مثل زنها باشه در غیر زو ای را لعنت کرده پایم از مردی که خودم مرد زن میسازه و زنی که خودم مرد میسازه سازه ای لعنت شده اگر در جایگاه خود بشینه مرد جایگاهش مشخص ثابت شده هست اگر زن در جایگاه خود بشینه جایگاهش مشخص ثابت شده هست عزتش زیاد میشه حرمت زیاد میشه در غیر نو غیر از او لعنت خدا و لعنت به امام اسلام از اشخاص و افرادی هست که خدا تغییر می تن. و این هم در ریاض سالین ثبت هست که ایره حضرت ابن عباس روایت کرده که مردایی که مانند زنها خودم می سازن و زنانی که مانند مردها خودم می سازن هر دوی از اینا رو پایمه سلسلم لعنت کرده دعا میکنیم که خداوند متعال کرکتر مردانه ما را مردانوار بسازه و حقوقی که مربوط خود ما هسته و هیچ کس اجازه ندهیم که حقوق ما را از پیش ما بگره و بالای ما ظلم بکنه و همچنان حقوق خانمها های مسلمان همشیره های مسلمان ما که پامال شده بر ما ای توفیق بده که حقوقشانه دوباره برشان بتیم و بیشتر با ارزش دینی و اسلامی اینا را آشنا بسازیم و بیشتر در راه تقوا و پریزگاری اونا را تشویق بکنیم و اونا سبب شوند که دیگه همشیره ها را تشویق بکنن اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار